به یاد خدا و سلام و عرض ادب دارم خدمت مسئولین عزیز و گرامی. امیدوارم همه شما سعد و سلامت باشین و دور از گزند روزگار. مسئولین گرامی، این بار به یک قسمت دیگری از مضمون اساسات امور مالی آمه رسیدیم که خدمت شما ارائه میکنیم. امور رقمی که در درسای گذشته مالیات بر عیداد اشخاص حقیقی را محاسبه کردیم و امور مالیات بر عیداد اشخاص حکمی را محاسبه کردیم، این بار برسیم به یکی مثالی از مالیات بر عیداد اتباعی خارجی. اگر یک کشور، یک کسی که از خارج کشور را در اینجا کار میکنه، اونا را چه رقم محاسبه میکنی؟ و یه هم ممکن که بعضی وقتا هست که اونا 15 در 15 معاش میگیره، یا مثلا در نیم معاش میگیره، اونا چه رقم محاسبه میشه؟ اگر شما فرض کنین در 15 در 15 معاش بیده، اینا را چیکونه محاسبه میکنی؟ ویره میخواییم خدمت شما اینجا ارائه کنیم. یک مثال گفتم، جبران یکی تبعی بریتانیا بوده که جهت اجرای ماموریت کاری برای یک مؤسسه خیریه در شهر کابل فعالیت میکنه. البته یک تبعی بریتانیایی که در یک مؤسسه خیریه کار میکنه و قرارداد میان مؤسسه مذکور و دولت افغانستان مبنی بر معافیت مالیاتی کارمندان این مؤسسه عقد نگردیده. اما این مؤسسه از جمله مؤسسات خیریه ای است که بین دولت افغانستان و مؤسسه کدام قراردادی وجود نداره که اینا معافیت بشه، از مالیه معاف بشه. ما البته قبلا گفته بودیم که بعضی نهادهای خیریه از با دولت افغانستان تحت قرارداده که اونا از مالیه معاف. مثلا من نمونه گفتم که دکتران بدون سرحد. بناهن آلایی چی رقم معاش زیر چی میکنیم، محاسبه میکنیم؟ گفته بناهن اواید شخصی مذکور در افغانستان به دست میاد به عنوان اواید افغانی پنداشته میشود و قابل مالی است. بناهن اواید را که از داخل افغانستان به دست میاره قابل مالی است. هرگاه شخصی مذکور 55,000 افغانی را ماهانه دوبار به دست بیاورد و مالی موضوع آی را سنجش کنید. یعنی دوبار به این مفهوم که هر 15 در 15 اینا معاش بگیره چی رقمه. مسئولین عزیز نهایت گرامی، اینجا دیدین که هر وقتی که 15 در 15 معاش باشه، عمو سیستم مالیات برای داده که ما داشتیم عمو سیستم است، ولیکن در قسمت محاسبات عمو فیصدی ها را ما نسمس میکنیم تمام میشه. اینجا مثلا چی رقم؟ مسئولین عزیز شما سعی کنین در اینجا در روی سلاید میبینین که اواید قابل مالیه در طرف راست نشته و مقدار مالیه به طرف چپ هسته که از 0 افغانی الا 2500 افغانی صفر است. یعنی اونجا چی رقم بود؟ چون در ما بود، البته از 1 افغانی تا 5000 افغانی در ما معاف بود. اما اگر در 15 در 15 معاش بگیریم، از 1 افغانی تا 2500 افغانی معاف است. از 2501 روپه تا 6250 روپه، 6250 روپه تابع 2% میشد. یعنی او وقت چه رقم بود؟ از 5001 تا 12500 تابع 2% بود. حالا اگر 12000 نصف کنیم میشه 6250. یعنی بناهن این تابع 2% مالیه میشه و از 6250 الا 50000 افغانی تابع 10% میشد. اما در صورتی که اگر یک ماه بود، از 12501 الا 1,00,000 افغانی را تابع 10% مالیه میشد. اما رقم از 50,001 به بالا تابع 2% مالیه میشه که مسئولین عزیز امیدوارم که را شما ببینید. و ما میخواییم مسئولین عزیز اینجا یک معاش از این آدم محاسبه کرده و میخواییم همین محاسبه را انجام بدم. البته اول اینجا یک بار تشریح میکنم در روی سلاید همین موضوع را. من اونجا یکان جایی که البته ممکن در شما سوال پیدا شد کی از کجا شد، اینا را محاسبه میکنیم و پیش از او که محاسبه کنیم این را میخواییم به خدمت شما قرائت کنم که این 55,000 در 15 راز میگیره، منفی 55,000 منفی 50,000. چرا منفی 50,000؟ مسئولین عزیز چون فکر کن که 1,00,000 که بود تابع 10% میشد. از 12,500 تا 1,00,000 تابع 10% مالیه میشد. حالا چون اید 15 در 15 میگیره این چی کار میشه؟ 55,000 منفی 50,000. از اون خاطر که اگر 1,00,000 نصف کنیم، چون اینجا همه چیز نصف نصف شده، اونجا 1,00,000 نصف شده 50,000 میشه. یعنی 5,000 جی تابع 20% مالیه میشه. چرا که 55,000 میشد اگر این در ماه میگرفت این آدم چقدر ماه معاش میگرفت؟ 55,000 1,10,000 در ماه این آدم معاش داشت. میتونم این رو باز معاش ماهانه زیر هم حساب کنیم که او تابع 10% مالیه میشه و 50,000 منفی 6,250 افغانی که 43,750 افغانی میشه که یعنی تابع 10% مالیه میشه و بناهن ما بقیه زیر ما. حالا میخواییم امیر محاسبه کنم. مسئولین عزیز شما توجه داشته باشیم، من میخواییم امیر معاش امیر تبعی خارجی رو در روی تخته محاسبه کنیم. مسئولین عزیز این آدم یعنی امیر فرد بریتانیایی، امیر فرد
بریتانیا چقدر داره؟ 55000 افغانی. 55000 افغانی. 55000 افغانی در 15 روز، یعنی 15 روز در 15 روز عکس میکنه. البته ماهش از اینا مسئلین عزیز ما در ما امور رقمی که ما بیشتر ما در ما میگیریم این 15 در 15 ماهش میگیره. اینال ما اگر این 15 در 15 ماهش میگیره ما این را چیکار کنیم؟ مسئلین عزیز چی رقم محاسبه کنیم؟ همین مرتیکن ما در ما هم میخواییم محاسبه کنیم. مسئلین عزیز چیکار میکنیم؟ اولین کاری که میکنیم 55000 افغانی که ماهش گرفته در 15 این را منفی 50000 افغانی میکنم. چرا منفی 50000 افغانی؟ چرا که از 12000 تا 100000 افغانی را تابع 10% مالیه بود. حالا چون این در 15 میگیره یعنی 50000 که نصف 100000 میشه این را از او خاطر تابع ذکر مینه در حقیقت در ماه 110000 میگیره. باز ماهانه شده که محاسبه کنم شما راحت‌تر میتونید درک کنید. در حقیقت چیزی که باقی میمونه همون 5000 افغانیه. همون 5000 افغانی از این بالای نرخ 10% بنان. حالا چیکار میکنیم؟ ما در محاسبه خود 5000 افغانی از زیره 5000 افغانی که میگیره اینی رو ضرب 20% مالیه میکنیم. این تابعی 20% مالیه میشه تقسیم 100. این که دزی خلاص، این که دزی، این که دزی خلاص. 2 5 10 1 2 0 دیگه 1000 افغانی از این از درجه 20% شد. 1000 افغانی از درجه 20% ای داشت. حالا چی کار میکنیم مسئلین عزیز؟ اینال 50000 افغانی ازیره باز محاسبه میکنیم که 50000 افغانی ازیره یعنی به حساب 100000 بود. منفی چقدر میکنیم مسئلین عزیز؟ منفی 6250 میکنیم. منفی 6250 میکنیم مسئلین عزیز. این اگر منفی 6250 کنم 43750 فکر میکنم باقی میمونه. 43750 باشه اینجا کم اگر ارقام درست نمونه 43750 افغانی باقی میمونه. اینال مسئله عزیز اینی 43750 افغانی عزیز ضرب 10% مالیه میشه. امی رقمی که اینجا ضرب 20% میشه اینجا ضرب تابع 10% مالیه میشه. یک قدرزی خلاص، یک قدرزی خلاص و یک صفر ازی هم خلاص. چقدر باقی من؟ 4375 یعنی باقی که باقی من 4375 ای مبلغ پولی هست که از درجه 10% مالیه به دست آمده. حالا بالاخره 2% مالیه زیره ما محاسبه میکنیم باز بالاخره دیگه کارش ندارم. حالا چی کار میکنم؟ اینه 6250 را 6250 را منفی 2500 میکنم. اما تر میشه نه دوینو منفی تا به 2% ازیر اگر پیدا کنیم مسئلین عزیز خواه 43750 ضرب 10% خواه این رو چی کار میکنیم؟ اونجا ما ماهش داشتیم باشیم اینجا غلط نکنیم 6250 رو منفی 2000 رو خواه 2500 البته 2500 میکنیم. چیزی که باقی میمانه مسئلین عزیز 2500 اگر بکنیم ای اگر این ما منف کنیم چیزی که باقی میمانه البته 7500 باید باقی بمانه. 7500 تو بگذار که بایده بازم در اینجا مسئلین به خاطر از اینکه مسئلین عزیز ما دقت لازمه و خرج بدیم اینجا یک ایره در ماشین حساب میبینیم چند هزاره؟ 6250 همین رقم بود. 6250 منفی 2500 چیزی که باقی مانه 3700 باقی میمانه مسئله نزیز باقی از این میمانه 3700 اینال ما 3700 ضربی 2 تقسیم 100 میکنیم. این 2-0 قد از این 2-0 خلاص باشه. این 3 رو درست به رسم کنم که خب 2-7-14 رو 4-6-1 2-3-6-1-7 اینی مقدار پول دیگه به عنوان این باید 2075 بشه. این نمیه حالا نمیفهم 37000 شده
یک مقدار 3000 خب 750 شده، یعنی 750 این یک اینجا یک اینی مقداره. خب حالا چیکار کنیم؟ این صفر قد از این صفر خلاص 2 5 10 در صفر حاصل یک. البته خب این را اگه باش ما در اینجا تقسیم کنم یک مقدار این را ضرب 2% مثلا عزیز ضرب 2% میکنم تقسیم 100 در ماشین حساب میکنم، ممکن که در تخته ما دچار مشکل نشیم، به این خاطر 75 روپه ارقا این را تقسیم از این ضرب 2 تقسیم 100 کنم، چیزی که باقی میمونه 75 افغانی باقی میمونه، مساوی به 75 افغانی. اینال مسئله عزیز اینی پولی 2% 2%. حالا ما چی کار میکنم؟ همین پولای 20% پول 10% پول 2% جمع میکنم. 1000 داشتیم در اینجا، 1000 داریم در اینجا، خب 4300 4375 داریم در اینجا، از مدرک 10% و از مدرک 2% هم داریم 75 افغانی. کل همین پولا را جمع میکنیم، مثلا عزیز چیزایی را که البته در این مورد جمع میکنیم 1000 افغانیه، 75000 افغانیه، حالا این را جمع کنیم 1000 افغانی 4000 این میشه 4000 5375 5375 جمع 75 اگر بکنیم مثلا عزیز چی مقداره که در اینجا میه. البته محاسبات با ما دقت کنم به خاطر از اینکه ممکن دچار اشتباه نشویم. داریم 1000 افغانی جمع 43075 جمع 43075 است، جمع 43075 باز جمع 75 مساوی میشه. مثلا این از 5450 افغانی 5450 افغانی 5450 افغانی که البته کلی مبلغ مالی همین شخص میشه که باید به دولت بپردازه. مثلا این عزیز این محاسبات شما دیدین در اینجا که خدمت شما ارائه کردم و امیدوارم که شما هم بفهمین همین رقم در روی گراف هم شما محاسبات زیرا دیدین. مثلا این عزیز که امو 5450 افغانی هست، اگر شما دیده باشین که 43000 جمع 75000 جمع 4000 1000 افغانی شده که همه اینا را اگر جمع کرده شما دیدین که 5450 افغانی شده. البته مسئله عزیز در اینجی همه شما دیدین که محاسبات چه رقم است، در روی این حل از این محاسبات البته چیزایی را که در قسمت اینجا میبینین شما یک بار داده 43000 که باز محاسبه کرده 4375 افغانی، یک بار 4450 افغانی جمع 10000 شده، مساوی به اینی قدر شده. مسئله عزیز امین نقطه را میتونیم یک رقم دیگه هم محاسبه کنیم اگر بخوایم امین محاسبه زیر از یک لگ از روی معانه انجام بدیم و او هم کارش ساده تر از این خواهد بود و خیلی ساده تر. اما این در صورتی بود که 15 در 15 معاش میگرفت، باز در صورت چی رقم محاسبه میشد. مسئله عزیز این چیز شما دیدین اگر امی آدم مادر ما ماش میگرفت بسیار کارش ساده بود. البته یک تشریح بسیار سبک در این مورد در همین قسمت تخته ارائه میکنم که شما ببینین اگر این در ما میبود یک لگو 10000 میشد، اگر یک لگو 10000 افغانی در ما ماش میگرفت که این را چیکار میکردیم؟ منفی 100000 میکردیم، منفی 100000 میکردیم که در قدمو 10000 میشه، مساوی به چی قدر میشه؟ 10000. اینال 10000 از این آدم چی میشد؟ 10000 از این تابع 20% مالیه میشد، تقسیم 100 میشد، این صفر قدر از این صفر، این صفر قدر از این خلاص، خب 2 2 4 میشه، خب 2 2 4000 میتونه شد مسئله عزیز، خب تابع 20% اینجا 20000 یک لگه 10000 یک لگه یک ضرب 2 2 20000 دیدین که مالیه 20% چی؟ یعنی 20% مالیه چی؟ 20% مالیه چی؟ 20000 میشد. حالا چه کار میکردم؟ 100000 مسئلین عزیز منفی 12500 میکردم که البته اگر منفی 12500 کنیم مسئلین عزیز شما ایره در یک جای دیگه میتونین راحت ببینین که چیزی که باقی میمونه 89000 باقی میمونه، فکر میکنم 89000 باقی میمونه، 89000 اگر از یک لک 12000 کم شد 89000 میشه، 89000
89000 اگر ضرب 10 درصد کنم که تابع 10 درصد میشه، تقریبا ضرب 100 شده، این صفر قد از این صفر خلاص باقی میمونه، چیزی که باقی میمونه مساوی به 8900 باقی میمونه. این دیگه مالی از این میشه و 12500 منفی 12500 منفی 5000 کنیم. اگر همین مرتیکه ماهانه ماش میگیره چی رقم حساب محاسبه میشد، این چقدر باقی میمونه؟ 7500 فکر میکنم باقی میمونه که ایره اگر 7500 از ایره ضرب 2 درصد تقسیم 100 کنیم، این قد از این خلاص 2 0 0 خواه 2 5 10 بازم 0 اصل 1 2 7 2 14 و 1 15 میشه فکر میکنم همونتر میشه مسئله نزیز خواه 2 5 10 2 14 و 1 15 همونتر شد 150 باید میشه. چیزی که البته در اینجا باقی مانده 150 افغانیه مسئله نیست، 150 اینجا میشه 150 افغانی. خواه این اینجا 7500 اینجا ما چون 100 زیافه اشتم از او خاطر 100 پاک کردم، 7500 بوده نه 7500، 7500 میشه این 2 صفر قدر 2 صفر خلاص 2 5 10 صفرش 2 7 14 و 1 15 150. بناهن حالا چی کار میکردیم؟ در ختم میخواستیم این را اگر جمع میکردم بالاخره 8900 یک مالیاشی میشد، دیگه مالی دومیش چقدر میشد؟ مثلا این عزیز مالی دومی از این فکر میکنم که 750 افغانی میشه، این اینجا هم یک صفر اضافه دادم، خواه این تابع از این 750 افغانی مالی دیگهشی میشه مثلا این عزیز که باید غلط نکنم و 150 هم مالی دیگهش میشه. کل از اینا رو جمع کنیم میشه 0 5 2 0 خون این رو قدر جمع کنیم 8 1 2 17 میشه حاصل 1 1 8 هم میشه 9700 میشه. مسئله این عزیز 9700 افغانی مالی ازی میشه اگر این معانه ماش میگرفت همون رقم که شما حالا میبینین در اینجا هم که محاسبت چی دازی را ما اینجا انجام دادیم اگر در ما ماش میگرفت این رقم محاسبه میشد. البته در این مورد اینی نقطه را اینجا خط بگیریم که شما محاسبه مالی از ایران در نظر داشته باشین و در اینجا ناگذاریم که با شما خداحافظی کنیم و ما باقی از این بحث در ویدیوهای بعدی پی خواهیم گرفت. خداحافظ، روزتان خوش. مسئله عزیز.